اشتباهات شب زفاف چیست؟ شب زفاف شبی بسیار مهم برای عروس و داماد می باشد. در این میان استرس و استراب عروس بیشتر از داماد می باشد. بنابراین هم آقا و هم خانم باید رفتارهای درست شب اول ازدواج را بدانند و آنگونه عمل نمایند. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. اشتباهات شب اول ازدواج. در تلقی عمومی جامعه ما، شب اول ازدواج، شب ازدواج و شب زفاف، شب خوشبختی و رسیدن به آرزوهاست. اما شب زفاف شب خستگی هم هست، شب استراب و نگرانی است، شب سردرد، شب گریه، شب سوزش معده و حتی شاید شب برباد رفتن آرزوها هم باشد. اینکه شب زفاف با جایگاهی که در فرهنگ اجتماعی ما دارد و با وجود اثرات آن بر زندگی ما انقدر درباره‌اش کم صحبت شده و حتی از دید نویسندگان و دیگر هنرمندان ما هم پنهان مانده، خود معمایی بیش می باشد. در شب زفاف چه کار باید کرد؟ احیاناً دفعه اولی است که می خواهیم نزدیکی داشته باشیم. تأثیر خستگی و استراب را می دانید. برای آقایون این احتمال وجود دارد که اندام جنسیشان دارای نعوذ نشود و در صورت وقوع این امر استراب چند برابر می شود و اوضاع بدتر. در مورد خانم ها این استراب باعث خشک شدن محبل می شود که حتی برای خانم های کار کشته هم دخول مشکل می شود، چه برسه به دختری که برای اولین بار میخواهد دخول را تجربه کند. پس اولین کار شما مبارزه با استراب است. در اشتباهات شب اول ازدواج بهتر است آن دسته از کسانی که فامیل هایشان در شب زفاف منتظر دیدن دستمال خونی هستند، این مطلب را برایشان روشن کنند که این فکر بیهوده ای است و بهتر است شما را به حال خودتان بگذارند. در شب زفاف اگر می توانید با همسرتان صحبت کنید و بگویید احتیاجی نمی بینید که شب اول در اوج خستگی و تنش و استراب حتما نزدیکی داشته باشید. صحبت کنید چه قبلا و چه وقتی آخر شب با هم تنها هستید که عاشق عمل جنسی هستید، ولی امشب اجباری در انجام کار نیست و بهتر می‌بینید که این کار را به فردا و روزهای بعد موکول کنید که بدنتان تازه باشد و فکرتان باز و از نظر وقتی تنگی وجود نداشته باشد. با این فکر هم آغوشی را شروع کنید. اگر دوست داشتید تا آخرش بروید و هر جا احساس کردید وقتش نیست متوقف شوید. مرد باید اولین نکته برایش راحتی و آرامش همسر باشد. مراحل پیشوازی در شب اول عروسی. اگر قبلاً با همسرتان نزدیکی داشته اید، این کارها را به عنوان یک عروس با او بکنید و اگر نداشتید و دختر از طبقاتی باشد که هیچ وقت با پسری حتی خود شما نبوده، با او اطمینان بدهید تا ترس و استرابی نداشته باشد. توجه کنید که زنها نسبت به بدنشان خیلی حساس می باشند. پس یک ضرب به سینه ها یا جاهای دیگر دست نزنید. اگر خیلی خسته نیستید، با همسرتان بایستید و ایستاده در آغوشش بگیرید. این طوری می توانید آرام دست هایتان را حرکت بدهید و پشت بدن همسرتان را نوازش کنید. آرام در گوشش حرف های عاشقانه بزنید. بقیه مراحل به همین سادگی است. به آرامی همین فضا را دنبال کنید. عاشق باشید و اعتماد دهنده به طرف مقابل در هر تماس.
کنار هم دراز بکشید و آرام تا حدی لباسها را در بیاورید. همسرتان را تحسین کرده و شهوت انگیزیش را بهش یادآور شوید. سانتی متر به سانتی متر بدن همسرتان را لمس کرده و به آن عادت کنید. صحبتی با عروس خانم ها برای شب زفاف. خانم عزیز، شما هم وظیفه‌تان همین چیز هاست. در موضوع اشتباهات شب اول ازدواج، اگر لباس آقا داماد را تا آخر درآورده اید، بهش بگویید با پشت بخوابد و چشمایش را ببندد. با احتیاط کامل و بدن همسرت دست بکشید. آلت جنسی او را اگر خواستید نوازش کنید و نه کار بیشتر. اگر بار اول است، در این جلسه اجازه دهید که گذشت زمان همه چیز را یاد بدهد. جلسه اول حداکثر می تواند شناخت باشد. به هر حال نه آقا از آلت جنسی شما زیاد سردر می آورد و نه شما از آلت جنسی او. پس یک حرکت لذت بخش را شروع کنید، مانند نوازش همدیگر، و کمی به همین حرکت ها ادامه دهید. قصدتان کمی نوازش و بعدن خوابیدن و استراحت کردن باشد، هرچند ممکن است که چیزهای دیگری هم پیش بیاید. رابطه جنسی لازم نیست حتما دخول باشد. اگر بخواهید یک ضرب سراغ دخول بروید، مثل این میماند که با زبانی که نمیشناسید برنامه نویسی کنید. صبر کنید تا اول چگونگی موضوع را یاد بگیرید. این باعث می شود موقع عمل مقدمات را خوب بدانید. بد نیست بدانید چرا برخی زنان در اولین ارتباط جنسی و در شب زفاف خونریزی ندارند. گذشته از فقدان مادرزادی، پرده بکارت در بعضی زنان، در صورتی که زن در هنگام رابطه جنسی آرام و بدون تنش بوده زمان کافی برای عشق ورزی داشته باشد، با طرف مقابل خود احساس راحتی کند و دهانه واژن به اندازه کافی مرطوب باشد، آلت تناسلی مرد به نرمی وارد واژن او می شود. به این ترتیب ممکن است در اولین ارتباط خونریزی نداشته باشد، یا به دلیل نوع خاصی از پرده بکارت اتفاق مشابه این می افتد. اما اگر زن مضطرب باشد یا بترسد و پاهایش را جمع کند، دهانه واژن تنگ خواهد شد و هنگام دخول خونریزی و درد خواهد داشت. از آنجایی که در نظر مردم پرده بکارت پردهی بسیار سفت و محکم است که تنها با فشار پاره می شود، برخی مردا در هنگام رابطه جنسی فشار زیاد به دهانه واژن آورده و موجب پارگی دهانه واژن و درد و خونریزی می شوند. در صورتی که اگر زن هنگام رابطه جنسی آمادگی کافی داشته باشد و به دور از احساس اضطراب باشد، هیچ نیازی به فشار از جانب مرد نیست. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.